در این جلسه جریان دولت سازی در جمهوری های آسیای مرکزی پرداخته می شود. مانند کشورهای مستعمره سابق که وقتی از استعمار کشورهای یا امپراتوری های اروپایی نجات یافتند، استقلال سیاسیشان کسب کردند، بعد از اون متوجه شدند که در از اینکه از اداره کشورشان از عهدهش برایند با دشواری های روبرو هست. لحاظا در آسیای مرکزی هم که وقت اتحاد جماهیر شوروی سقوط میکنه، فرو می پاشه، در این کشورها هم ظرفیت های لازمی که برای ایجاد یک کشور ملت مشروع ضرور است، این ظرفیت ها کمتر بود، زیرا این کشورها هرگز به این فکر نبودند در این زمان حاضر که میتونن از استقلال سیاسی خود از اتحاد جماهیر شوروی به دست بیارن، یا حداقل در این کشورها این اندیشه و این نظر وجود نداشت و به همین اتحاد شوروی در تشکیلاتی از او وجود داشتن برایشان سهولت بود، تکلیفی نبود، یعنی هزینه ها، مصارف، اداره و همه کار توسط اتحاد جماهیر شوروی صورت میگیره و اینها با تکلیف هایی که بعد از استقلال با او مواجه شدن هرگز فکر نمی کردن. لحاظا می بینیم که رهبری این کشورها که امو بقایای از رهبران حزب کمونیست محل بودن، اینا رهبری کشوراشان را دوش گرفت، یعنی به میراث بردن، لحاظا به مشکلات گوناگونی روبرو شد. یکی از مشکلات عمومی مهم و ضروری همی بود که اینا باید دولت مقتدری را پایه‌گذاری میکرد که ظرفیتاش نداشت. خوب، البته یک ملت کشور به معنای از است که باید یک جغرافیه آشکار داشته باشه، جغرافیش معلوم باشه، نهادهای سیاسی دولت هم در اختیار داشته باشه، یک طبقه که رابطه را بین جامعه مدنی و دولت ایجاد کنه وجود داشته باشه، که در این مورد در بین دانشمندان علم سیاست امروز هم اختلافات وجود دارد، هرچند کشورها از لحاظ جغرافیایی در زمان شوروی حدودشان مشخص شده، نهادهای سیاسی هم در این کشورها وجود داشت، ولی این نهادهای سیاسی بر مبنای نیازها و احتیاج دولت مرکزی اتحاد جماهیر شوروی بود، نه بر مبنای یک دولت مستقل یا یک کشور مستقل. همه قسم یک طبقه که بین جامعه مدنی و دولت باشه در نظام کمونیستی وجود نداشت. از این لحاظ میبینیم که یک تعداد از دیدگاه های سیاست مدارا یا سیاست پژوهندگان سیاسی همیست که ابتدا باید در جریان جامعه سازی، یعنی جامعه یک کشور یک دولت جدیدی که ایجاد می شود، ساختارهای دولتی مطرح شد، موجود ساختارهای دولتی باشه. ساختارهای دولتی شامل قانون اساسی می شود، نهادهای قدرت می شود که کدام قوت ها وجود دارند، قوه مقننه، مجریه و قضاییه و جدایی و استقلالی هر یکی از اینها مطرح می شود و همین قسم دیگه وسایل و ابزارها و عواملی هستند که اینمی ساختارها را به صورت دموکراتیکش با وجود میارن، مثل دیگه های سیاسی انتخابات نیاز دارن که
لہذا بتانن بواسطه انتخابات قدرتی را با وجود بیارن که از فشار و زور و از ارتش و سازمان های امنیتی که در کشورها هستن نجات پیدا کنن و این سازمان ها تحت کنترل نهادهای انتخاباتی و سیاسی یا به اصطلاح نماینده های مردم باشه. چنین چیزهایی را ما و در اگر در نظام های دموکراسی غربی ببینیم، اینها اساس کشور ملت های غربی هستند که حتی این ابزارها یا این عوامل در نظام های استبدادی هم حضور خود نشان دادن، به چشم میخورم. اما در مورد ای که این ابزارها و این نهادها چگونه نقشی را بازی میکنند، کارآمدیشان چقدر هست، آیا قدرت دولت اینها آسان میکنند یا دشوار میکنند و نقشهایی را چگونه بازی میکنند در کشورهای مختلف مختلف در نظامهای مختلف مختلف است که در میبینیم که در امی نظام امی وسایل او ترتیبی که در غرب کاربرد داره و نقش را بازی میکنه در جمهوری آسیای میانه نتانسته نقشی را بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و بعد از استقلال کشورها این نقش را بازی کنه. مثلا انتخابات است، میبینیم که انتخابات ها با اون ترتیبی که در نظام های غربی صورت میگیره و مردم در او اشتراک میکنن و استقلال و آزادی دارن، در این کشورها چنین انتخاباتی انتخابات بوده، اما چنین انتخابات های نبوده که بسیاری وقت از طرف ناظرین انتخابات ها مورد انتقاد قرار گرفته و همین قسم نتیجه انتخابات ها را میبینیم که نتیجه انتخابات ها نتانسته در جمهوری ها که یعنی قدرت را از زمو دست کسانی که باقی مانده های کمونیسم یا نظام کمونیستی یا نظام اتحاد جماهیر شوروی بودند از اونجا انتقال بودن و کسای دیگری یا با نیروهای مستقلتر دیگری بیاد و این موضوع همیشه موضوع مورد اختلاف و مورد ازی بوده که نظام های موجود در جمهوری های آسیای مرکزی از این بین داشتن که مخالفینشان با قدرت برسه یا مخالفینشان از طریق انتخابات و از ابزار بتانند به قدرت سیاسی برسند. نهاد و جلوی چیزها گرفته شده و یکی از نارامی های موجود در جمهوریت ها مخصوصا در تاجیکستان و ازبکستان و بعض جمهوریت های دیگری از اینا از همین ناحیه متصور است که این نهادها یا این ابزارها انتخابات و غیره ازش استفاده ای که متوقع است صورت نگرفته. مسئله دومی دیگری که کشورها در روند دولت سازیشان و او مواجه هستند یا گرفتار هستند است که حد توانایی کنترل از اینا بر کارکردهای اصلی است، مانند کارکردهای اصلی یک دولت که تجارت است، مالیه است، روابط خارجی است و همین قسم بعضی از ویژگی های استقلال و قدرت دولت است. در اینجا میبینیم که اگر یک کشوری تحت تاثیر اقدام های اقتصادی سیاسی یک کشور دیگری قرار داشته باشه، با مشکل میتونه ادعای استقلال بکنه، یعنی با مشکل میتونه که بر کارکردهای اصلی او دولت کنترل داشته باشه یا قدرت کنترل داشته باشه، یعنی تجارتش، مالیش، روابط خارجیش، همگیش تحت تاثیر و نفوذ و تسلط کشور است که او از لحاظ تحت تاثیر کشور قرار داره. مثالش هم همیست که مثلا در زمان جنگ سرد اگر ملاحظه کنیم میبینیم که کشورهای اروپای شرقی از اقمار اتحاد شوروی به شمار میره، یعنی تمام برنامه های اصلی از اینها از طرف اتحاد شوروی دکته یا کنترل میشه و اینها نمیتونستن مستقلانه بر این کارکردهای اصلی دولتشون توانایی داشته باشه یا او را کنترل کنه، به خاطر از اینکه برنامه های سیاسی و اقتصادی از اونها تحت تاثیر خواست ها یا برنامه های اتحاد شوروی سابق ترتیب میشد و تهیه میشد و عملی میشد. لذا این یکی از مشکلات دیگری هم بود که کشورها یا دولت های جمهوری آسیای مرکزی
از چون اقتصادشون با اقتصاد شوروی گره خورده بود و جدایی و اقتصاد برایشان دشوار بود، مخصوصا در فرصت و در زمان کم. لذا خانه ها تحت تاثیر اقدامات اقتصادی سیاسی روسیه که میراث بر اتحاد جماهیر شوروی بود قرار داشتند، و در درس های گذشته هم ما به این اشاره کردیم که روزها چگونه میخواستند نفوذ اقتصادی و سیاسی خود بر این مناطق داشته باشند، و حتی از نفوذ بعد از فروپاشی شوروی از نفوذ غرب مخصوصا ایالات متحده آمریکا هم جلوگیری بکنند. در ابتدا شاید روسیه که توانایی خودش زیر سوال بود اما نمیتونست جلوی چیزا را بگیره، اما بعدها روز به روز روسیه توانست کشورها را با خود یک جا نگاه بداره و از اون کشورهای مشترک المنافع هم در امی راستا بود، و دیگه روابط دو جانبه روسیه با هر یک از کشورها همگی این مفهوم در بر داشت که جلوی غرب در اینجا بگیره. مسئله دیگری که مطرح می شود در وقتی که یک دولت جدیدی با وجود می آید، مخصوصا در جمهوری های آسیای مرکزی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، مشروعیت سیاسی است. در یک نظام دولتی مشروعیت سیاسی عامل مهم است. برای شناسایی و برای موجودیت او دولت باید او دولت از لحاظ سیاسی مشروعیت داشته باشد. بعضی از دولت ها ممکن است برای مشروعیت سیاسی خودشان هویت ملیشان استدلال بکنن و از او استفاده بکنن و هویت ملی را مبنای مشروعیت سیاسی خود بدانن، یا برای مشروعیت سیاسیشان استفاده از هویت ملی را کافی بدانن، یعنی با استفاده از هویت ملی مشروعیت خود را کسب بکنن. و این ویژگی را نسبت به ویژگی های دیگری که مشروعیت سیاسی ایجاب می کند برتری بودن و با او توجه بیشتری بکنن، و از این که بگوین که دارای هویت ملی هستند دارای مشروعیت سیاسی هستند. مثلا در کشورهای جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی که هر یکی از این بر مبنای قومیت با وجود آمده، بر مبنای یک هویت ملی با وجود آمده، اونا همی هویت ملیشان را برای مشروعیت سیاسیشان کافی بدانن. ازبکستان بگن ازبکستان ها مشروعیتشان از هویت ملی ازبک، یا قزاق‌ها از قزاق، قرقیزها از قرقیز، تاجیک از تاجیک، ترکمن از ترکمن که در زمان اتحاد شوروی تقسیمات صورت گرفته بود، این را کافی بدانند. اما اگر دقت شما ببینیم که هر یک از این کشورها با مشکلات اقلیت‌های ملی یا قومی گرفتار است، یعنی باید دست و پنجه میکنند و این مشکل دارن، لذا در انسجام ملی یا قومی مثلا در یک کشوری که قومیت ها یا ملیت های بیشتری زیادتری وجود داشته باشه، حمایت او مردم داشتن برای هر یک از کشورها دشوار است. امروز مشکل هم تاجیکا مثلا که در خودشان اقلیت قومی بیشتری ازبک دارند، داشتن حمایت ازبک ها برشان دشوار است. و اگر مسئله در بین از اینها کشور ازبکستان به وجود بیاید، ای فکر میکنند که ازبک ها از کشور ازبکستان حمایت. به همین ترتیب مثلا موجودیت دو تا از شهرهای بسیار مهم و بزرگ و تاریخی که از تاجیک نشین هستند و در ازبکستان قرار دارند و مرکز دینی هم زمان اینها بودند و امروز هم با همون حیثیت دیده می شود مثل بخارا و سمرقند، اینا یک مشکل قومی و ملی را برای دولت ازبکستان مخصوصا در زمان کریموف با وجود آورده بود. و در اون زمان دولت ازبکستان تلاش به این می کرد که با ملت تاجیک یا تاجیک هایی که در
سمرقند و بخارا زندگی میکنن، با اونها شناسنامه ای بدن که در اون شناسنامه ملیتی از اونها ازبک ذکر شده باشه تا بتانن به انسجام ملی یا قومی و یک نحوی برسن و این مسئله را با گذشت زمان خاموش بسازن، که در برابرش تاجیکا هم اقدام کردند که نام پول ملی خود از سامانی گذاشتن و مرکز سامانی ها بخارا بود و ایران با حیاتش ادامه پیدا میکنن. سامانی وقتی گفته میشه و معناش همیست که دولت سامانی و دولت تاجیکا بوده و مرکز اصلیشون در بخارا در اینجا بوده، که این از لحاظ تاریخی زنده نگاه داشته میشه. لحاظا میبینیم که اگر انسجام ملی و قومی در کشورهای آسیای میانه دشوار باشه، مخصوصا در کشورهای چند نژادی به طور طبیعی دشواری ملاحظه می شود، لحاظا با این لحاظ می بینیم که استقلال کارکردی یا فعالیت های نهادها و مشروعیت سیاسی که باعث شکلگیری یک دولت در آسیای مرکزی می باشد، این مشکلاتی را در پیش رو داره، نیاز به این پیدا می کنه که این مشکلات موردی ارزیابی قرار بگیره و دانسته شوه. در آسیای مرکزی البته ما شواهد زیادی را داریم که دولت‌های جدیدی با وجود آمدن، با این دولت‌ها هستن، ولی در عین حال همون ترتیبی که تذکر رفت می‌بینیم که در آسیای مرکزی تنش‌های قومی این دولت های جدیدی را که یا جمهوری های جدیدی را که در آسیای مرکزی با وجود آورده، این را به چالش مواجه کرده و به تهدید مواجه کرده. مثلا شما جنگ داخلی تاجیکستان اگر در نظر بگیریم، جنگ داخلی تاجیکستان در آغاز ریشه در عدم پذیرش نیروهای کمونیستی موجودیت نظام افراد غیر کمونیست مخصوصا اسلامگلا را در دولت میگیرد. لحاظا وقتی که دولتی بعد از اتحاد جماهیر شورایی با وجود آمد، تصمیم گرفت که یک تعداد از وزرا را، از وزرایی که به احزاب کمونیست مربوط نیستند، اونها را در داخل کابینه بیارن. این باعث شد که کمونیست هایی که اقتدار و قدرت از شورایی و ارث برده بودند در برابر از اقدام بکنن و یک جنگی در داخلی در تاجیکستان پایه هاش گذاشته شد. و همین قسم در مسئله نه تنها در تاجیکستان که جنگ آغاز صورت میگیره و طبعا جنگ بود منطقوی میگیره و یک تعداد افراد به افغانستان مهاجر می شوند که در افغانستان هم نظام ثابت سیاسی وجود نداشت و نظام شوروی سقوط داده شده بود و مردم افغانستانی را به عنوان یک افتخار و یک پیروزی و یک دستاورد تاریخی می دیدن و در برابرشان روسا را ضعیف می پنداشتند. وقتی که شوروی شکست خورده، دیگر روسا که از هم شوروی پاشیده شده، کشورهای زیاده تبدیل شده، اینها توانی از اینه ندارن. لحاظا اینا هم تا یک حدی از مخالفین و از مخالفین دولت و حمایت میکردن. همین قسم در مسئله بین قرغز ها و ازبک ها در منطقه اوش که در اونجا جنگی ما بین از اینها که مبنای قومی داشت صورت گرفت، این نمایانگری از بود که دولت ازبکستان و قرغزستان از این پیش آمد متضرر می شدن، نمی تانستن که دولت های نوپای خود نسبت به یک قسم قضایا بی ارتباط ببینن. از این لحاظ یک نوع اختلاف بین ازبک ها و قرغز ها با وجود آمده بود، مخصوصا در منطقه اوش که در اونجا ازبک ها هم اکثریت، یعنی اقلیت مهمی بشمار می آیند در قرغزستان، گرچه قرغزستان یک کشور کوچک هست از لحاظ جمعیت نسبت به ازبکستان و از لحاظ پیشرفت های اقتصادی هم
هرچند صنعت در گذشته در قزاقستان نسبت به کشور جمهوری های دیگری بیشتر برش توجه شده بود، ولی با وجود از آن در برابر ازبکستان از لحاظ اقتصادی ضعیف به نظر می رسد. مسئله بسیارتر مهمی که در دولت سازی و از قرقیزستان قزاقستان با او هست که تقریبا در اونجا ملت قزاق اکثریت نداره، با وجود که کشور به نام قزاق خوانده می شود و از لحاظ جغرافیایی کشور قزاق است و در اونجا اکثریت مامورین عمده هم سابق از نژاد روس‌ها یا اسلاف‌ها بودند و قزاق‌ها تلاش به این داشتند که اینمی هویت ملی خود تقویت بیشتر کنند و این کشور که از لحاظ جغرافیایی یکی از بزرگترین کشورهای آسیای مرکزی به حساب میاد در داشته باشند و قسمت بیشتری که در شمال است در اونجا با روسیه هم سرحد است و از لحاظ اینها مشکلاتی را داشتن و همین قسم بعضی مشکلات های دیگه ای را که از اتحاد جماهیر شوروی به میراث برده بودند در روند دولت سازی در قزاقستان مشکلاتی را ایجاد میکرد. تنها خوب البته کشور ترکمنستان که از لحاظ یکی از جمهوریت های مهم جا به حساب می آید و از لحاظ اقتصادی با داشتن منابع غنی نفت و گاز مشکلات کمتری را با همسایه هاش داشتن، اما با وجود از بودن در ترکمنستان ملت های دیگر آسیای میانه هم زندگی دارن، مخصوصا جمهوری خودمختار قرقل پاکستان که به ازبکستان تعلق داره. ترکمن ها در اونجا هم بیشتر در اطراف بیشتر وجود دارند در منطقه جهل اورال و اینها، لحاظا میبینیم که جمهوری های آسیای مرکزی با وجودی که بعضی از سهول یعنی عواملی را مثل از لحاظ جغرافیایی از لحاظ نهادهای سیاسی و اینها دارند، اما در ملت سازیشان اینا در روند ملت سازی و دولت سازیشان با مشکلات جدی روبرو بودند که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی ایجاد ظرفیت ها برایشان دشوار بود تا یک کشور ملت مشروع باشند و یک کشور تکلیف های یک کشور ملت مشروع را ادامه بدن. اما با گذشت تقریبا دو دهه در حدود دو دهه می‌بینیم که کشورها روی پاهای خودشان استاد هستند، روابطشان بیشتر کردن تا حدی از نفوذ و تسلط روسیه در روابط سیاسی شان تغییراتی آوردن. در کشورهای در جلسات مختلف یا در کنفرانس های مختلفی به عنوان کشور مستقل دارای رأی مستقل اشتراک میکنن، تجارتشان را با کشورهای بیشتری با رونق دادن و همین قسم برای تعلیم و تربیت و کشورهای اروپایی و غربی اینها میروند و میآیند. از لحاظ تا حدی از تحت تسلط روسیه بیرون هستند، اما در مسائل مهم و عمده اقتصادی و سیاسی هنوز هم کشورها روسیه را حامی خود به حساب میارند و تا برای داشتن روابط تنگاتنگ و نزدیکتر با روسیه تاکید میکنند، مخصوصا بعد از اینکه پوتین توانست که روسیه را به عنوان یک کشوری که در برابر غرب استادگی کنه روی پای خود استوار ساخته، با وجود مشکلاتی که خود روسا دارند در زمینه، اما امروز روسیه یکی از کشورهای به حساب که امریکا نمیتونه در بسیاری مسائل دنیا نقش روسیه را نادیده بگیره، مثلا مخصوصا در این اواخر دیده شده که در جنگ های شرق میانه یا جنگ هایی که در سوریه و عراق و حتی در افغانستان امروز ادامه دارد،
روسها یک عامل یا یک کشوری هستند که منافع آمریکا و غرب را تهدید میکنه و غرب هم این را به منفعت خود نمیدونه. لحاظا روسیه هنوز تسلط خود بر جمهوری های آسیای مرکزی داره و از او استفاده میکنه و کشورهای آسیای مرکزی هم در صدد استفاده هستند از حمایت روسها که از اونا حمایت بکنند. و همچنین کشورها به این معنا نیست که دیگر کاملا در تسلط یا در تسلط روسها قرار داشته باشند. استقلال و آزادی خود هم مانند سایر کشورهای دیگری روز به روز به دست میارن و مستقلانه عمل میکنن.